گرامی داشت، از 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان روسیه با حضور طالبان و سیاسیون منتقد دولت. آیا روسیه نیت خیر دارد یا برعکس سناریوی رقابت با آمریکا در افغانستان را با کمک طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان دنبال میکند؟ برایند نشست های برگزار شده به ابتکار این کشور در مورد صلح افغانستان چی بوده؟ از برگزاری نخستین نشست با حضور طالبان و نماینده های شورای عالی صلح افغانستان در مسکو 7 ماه گذشت، ولی تلاش ها در این فرمت به یک آتش بس هم نینجامید. نکات مثبت و منفی نشست پسین مسکو کدام ها بود و آیا نیاز به تکرار این نشست ها وجود دارد؟ به ویژه برنامه محور در مورد نشست مسکو خوش آمدید. این موضوع را با مهمانان برنامه، خانم محبوبه سراج فعال حقوق زن، آقای داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات راهبردی افغانستان، آقای انجینیر محمد عاصم عاصم والی پیشین پروان و عضو تکت انتخاباتی صلح اعتدال و آقای محمد آصف رحیمی والی پیشین هرات بحث میکنیم. مهمانان سرزد خوش آمدین و بحث. آقای مرادیان، روسیه 100مین سالگرد روابط از شما شروع میکنیم با افغانستان با حضور طالبان و سیاسیون منتقد دولت تجلیل کرد. چقدر همین کار دیپلماتیک بود؟ خب بشکش درود به دوستان و بیننده ها عزیز. یک خبر تاسف آوری بود، چون وقتی که ما از کلمه استقلال صحبت میکنیم، نماد استقلال وجود یک دولت مقتدر و مشروع در هر کشور است. یعنی همانطور که هر کشور با بیرق و پرچم خود شناخته می شود، از لحاظ نهادی این هست که همه حکومت یک کشور نماد استقلال است. وی که در این نشست متاسفانه حکومت افغانستان وجود نداشت، حتی حضور سمبولیک از او هم تاسف برانگیز بود. نشان میده است که در همی، اگر ما در یک بستر تاریخی بگذاریم، در 100 سال که از استقلال افغانستان میگذشته است، ما نتوانستیم یک دولت مقتدر داشته باشیم که او به نمایندگی از همه ما شهروندان در چنین محافل دیپلماتیکی شرکت کند. و از او طرف ما دیدیم کسان شهروندان افغانستان بودند و از طرف دیگه یک جریان ضد دولتی به نام طالبا. بعض از لحاظ دیپلماتیکی یک نشست خوب برای افغانستان نبود، چون حکومت افغانستان که نماد و برازنده یک استقلال یک کشور است، وجود حضور نداشت. بله، حضور نداشت یا روسیه نخواست حضور پیدا بکنه؟ خب ببینید، نمی شود ما همه به اصطلاح کاسه کوزار به سر روسیه بشکنیم. متاسفانه ما در چند سال اخیر نتوانستیم روابط خود با کشورهای منطقه و خیلی از کشورها به نحو احسن مدیریت کنیم. روسیه و حکومت افغانستان رابطه بسیار نسبتا خوبی داشتن از سال 2001 تا سال 2012، اما متاسفانه به خاطر یک سلسله اشتباهاتی که از طرف حکومت وحدت ملی صورت گرفت، باعث شد که یک نوسردی در رابطه ما به وجود بیاد. و از بعد کلانتر هم رقابت های رو به گسترش روسیه و ایالات متحده آمریکا تاثیر خود گذاشت. اما من در این مسئله روزها زیاد مقصر نمیدانم، بیشتر باید خود خورما تقصیر کار بدانیم که ما نتوانستیم رابطه خوب با روسیه حفظ کنیم. نتیجه بود که روسیه، حکومت روسیه ما رو نادیده گرفتن. یعنی نادیده گرفتن حکومت یعنی نادیده گرفتن همه ما. سناریوی پشت این نادیده گرفتن نمیتونه باشه روسیه خب به دنبال چیز؟ شما این سوال رو مطرح می‌کنید. خب ببینید، روسیه به دنبال دو چیز است. یکی که بحث از روسیه مثل همه کشورهای منطقه و جهان از ناامنی در مرزهای خود نگران است و بنا به دلیل همو تاثیرپذیری که امنیت کشورها و منطقه‌های مختلف از یکدیگر دارن، روسیه حق داره که نگران تحولات در افغانستان باشد. اما از یک طرف دیگه روسیه هم وارد یک جنگ جیوپولیتیکس با ایالات متحده آمریکا شده است و در این جنگ جیوپولیتیکس شما
میخواین به حریف خود ضربه بزنید. حال در جای مثلا میبینین در ونزوئلا روسیه سهم میگیره، در سوریه، در اوکراین، در جاهای دیگر، در جاهایی که منافع آمریکا آر میخواد به رقابت بکشه. بنابراین یک ترکیبی از نگرانی های مشروع روسیه از ناامنی در افغانستان و از طرف دیگر و بازی های کلانه که روسیه و آمریکا و چین در سمت جانب بخواهد. وقتی دولت افغانستان نادیده گرفته شد، سیاسیون باید شرکت میکرده؟ نه، به دلیل که شما به عنوان یک شهروند ما در داخل افغانستان هستیم، ما این حق ما است که از سیاست های حکومت خود تا جایی که دل ما میخواهد انتقاد کند. اما وقتی که پس نظام و جمهوری و اقتدار و کل حاکمیت و سیستم زیر سوال قرار میگیرد، باید ما مسئولانه عمل کنیم. از یک طرف از حق شهروندی کسانی که در مسکو شرکت کردن، حق شهروندی نابود که شرکت کنند، یک نظام دموکراتیک است و شهروندها حق دارن. اما اگر اونا اما در محفل دیپلماتیک در محفل دیپلماتیک وزیر خارجه روسیه وزیر خارجه رو و از همه قابل تاسف تر این بود که بعضی از سخنرانهایی که من سخنرانی‌های اینا رو شنیدم تقریبا یک رقابت بود در نادیده گرفتن سفیر افغانستان که یک حضور نمایشی داشت. چون حتی شما وقتی که سخنرانی دیپلماتیک خود شروع میکنین، اما خوش آمدگویی یک سلسله پیام هایی دارد. بعضی از سخنرانان به ملا برادر سلام و احترامات و کلمه خور خواندن پیش ملا برادر که نشان میدن که اینا مسلمان شدند، اما سفیر افغانستان که در اون نشست وجود داشت، بعضی از سخنرانان متاسفانه در هیچ اشاره بوی نکردند. بعضی از امو شرکت کننده هایی که از کابل رفتن متاسفانه سفیر افغانستان اگر بپذیریم بانان شهروند شرکت کردن، ولی باید میکردن در چون یک محفل دیپلماتیک؟ دقیقا هست، به دلیل که اونا که فردا یا امشب که با کابل برگردن، اکثر از اونا با پاسپورت سیاسی برمیگردن. پلیس افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان برای حفاظت و از اونها جان خود خور در صف اول گذاشتن. به خاطر امو احترام امو پلیس و ارتشی که از ما حمایت میکنه، وقت در اون چنین محفل دیپلماتیکی باید حداقل به احترام پلیس و ارتش افغانستان باید دولت افغانستان احترام میکرد. البته به معنای نیست که دولت افغانستان ما با سیاست های آقای اشرف غنی یکی بدانه، دو چیز با هم متفاوت است. بخواهی آسمان این بحث را با شما مطرح بکنم. مجاهدین افغانستان 9 سال بر علیه سلف روسیه امروز یعنی شوروی پیشین جنگیدند. حدود 1 میلیون افغان کشته شد، حدود 5 میلیون مهاجر، 3 میلیون مجروح و معلول. مجاهدین دیروز و سیاسیون امروز چرا به مسکو رفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. باید عرض کنم که مجاهدین افغانستان اگر مشخص تمرکز کنیم روی موضع و موقفشان، بعد از اینکه قوای اتحاد شوروی را در زمان جهاد به زانو در آوردن و وادار به خروج و شکست از افغانستان ساختن، در همو زمان هم قبل از به پیروزی رسیدن مجاهدین، اتحاد شوروی وقت ناگزیر شد که نشست های رسمی را و مذاکرات را مستقیما با مجاهدین آغاز بکنه. دقیقا مثل امروز که در او وقت هم در افغانستان حکومت وجود داشت، امکانات داشت، نیروی داشت و 9 سال قوای اتحاد شوروی بر حمایت یک چنان نظامی در کنار از او در افغانستان قرار داشتند، در برابر مردم مجاهدین می جنگیدند. بحث مذاکرات با دشمنی که مجاهدین 9 سال با اونا می جنگیدند امروز مورد بحث نیست، بلکه در او زمان هم یک چنین ضرورت پیش آمد که برای از اینکه اتحاد شوروی افغانستان را ترک بگویه، برای از اینکه افغانستان به استقلال آزادی خودش برسه، جهاد به اهداف خودش برسه، ایجاب میکرد که یک چنین نشستی صورت بگیره. بنا یک چنین موضوعات لزوماً نظر به ما مصلحت ها و نیازمندی هایی که در زمان و شرایط خاص پیش میه، یک چنین نشست ها، بگومگوها، گفتگوها صورت میگیره. و ای که گاهی وقت حکومت های بسر اقتدار در یک کشور به حاشیه میمانه و جریانات سیاسی، احزاب، شخصیت های سیاسی پا پیش میگذارن به صحنه، این بستگی به اون عدم توانایی، کفایت، درایت
و قابلیت نظام به سر اقتدار است که او باید موقعیت خود، موقف خود، رهبریت خود و اعتماد خود نسبت به مردم افغانستان و اعتماد مردم نسبت به خودش باید داشته باشه که کماکان از ملت نمایندگی بکنه و تمثیل سیاسی کشور را مثل در قانون اساسی است در مجامع بین المللی حفظ کنه. انکار شده میگه؟ چون نظام خودش عملا با اقداماتی که در طول مدت زمان نتانست، یعنی منظور حکومت وحدت ملی است که از زمان تشکیلش تا امروز که ما اجماع ملی و اجماع بین المللی نسبی را در زمان تشکیل حکومت داشتیم، رهبری سیاسی افغانستان و ناکامی های تصامیم رهبری سیاسی افغانستان منتج به این شده که قضیه به اینجا کشانده شده. حکومت مگه نتونست نمایندگی بکنه؟ یقینا. سیاسیون است که نمایندگی میکنن و بر اساس چه؟ زمانی که یک نظام و دولت کارارایی خود از دست بده، اعتماد ملی را از دست بده و بالاخره محور اعتماد ملی شده نتانه، مردم حق دارن که در اونجا به اصطلاح وارد صحنه شوند. افغانستان متاسفانه کشوری بوده که افغانستان کشور است بالاتر از 30 میلیون نفوذ داره. کسانی که اشتراک کردن مناسب ترین بودن؟ مردم به اینها رای داده بودن؟ اینا یک چنین ظرفیت و توانایی را و حتی به صورت اجمال یک چنین حمایت از مردم افغانستان در چنین شرایط دارند. اینا از جمله به اصطلاح جریانات و شخصیت های هستند که تاثیرات لازم خودشان در سطح اجتماع و در سطح مردم افغانستان دارند. اما صلاحیت نمایندگی را بر اساس کدام مکانیزم مشروع و دموکراتیک گرفتن از مردم؟ زمانی که حکومت خودش به یک چنین ناتوانی برسه، طبعا بحث مشروعیتش میره زیر سوال. حال که ما از اول جوزا گذشتیم دیگه عملا امیال خلای قدرت وجود داره، بوران مشروعیت وجود داره، دادگاه عالی تمدید کرده کار حکومت، او چنین صلاحیت را نداشته و نه قانون اساسی تفسیر کرده، نه قانون اساسی تفسیر پذیر بوده و نه دادگاه عالی چنان صلاحیت داشته. سیاسیون صلاحیتشان را و مشروعیتشان از کجا گرفتن؟ مشروعیت مردمی با عنوان مردم افغانستان کدام مکانیزم مردم سالار و دموکراتیک وجود داشت که به اینها نمایندگی داده باشه؟ به عنوان ملت اونا حق دارن که پایشان را پیش بکنن. در این صورت 35 اگر باید برن نه اینها. نه خیرتون نیست. اگر شما اجازه بدین، افغانستان روزی که مورد اشغال اتحاد شوروی قرار گرفت ما حکومت داشتیم. آیا این کشور کی نجات داد؟ جنگی که در برابر قوای اشغالگر آغاز شده کشور مگر مردم افغانستان نبودن؟ بله مردم افغانستان بودن، ولی حالات به اینها حالات کسانی که شرکت کردن کی صلاحیت نمایندگی دادن؟ حالات و به اصطلاح شرایط فرق میکنه. در یک چنین حالات و شرایطی که امروز ما پیش آمده و با او روبرو هستیم، مواجه هستیم، چاره نداریم جز از اینکه یک چنین تصمیم را سیاسیون افغانستان، رهبران سیاسی، احزاب سیاسی و جریانات بگیرند. اما نمایندگی از کی؟ نمایندگی از مردم افغانستان. چطوری صلاحیت اینو پیدا کردن؟ اینجا بحث قانون اساسی اگه باشه، حکومت موجود هم چنان صلاحیت را نداره. نه با دادگاه عالی فیصله کرده در بوران مشروعیت قرار داره و به اصطلاح در خلای قدرت قرار داره. در هر صورت دادگاه عالی فیصله کرده و بر اساس او حکومت به کارش ادامه میده. دادگاه عالی صلاحیت نداشت. بله. تشکر. خانم سراج، در 9 نوامبر 2018 با حضور نمایندگان شورای عالی سال نخستین نشست از این نوع برگزار شد. در 5 و 6 فوریه 2019 همطور و اخیرا در 28 می نتیجهش چی بوده تا؟ نتیجه از این مذاکرات شما نمیتونین، ما نمیتونیم از این مذاکرات نتیجه بگیریم، به خاطر از اینکه دامن از این مذاکرات دو اصلی وجود نداره. یکی حکومت نظام افغانستان وجود نداره، حکومت افغانستان، یکی مردم افغانستان. اینا دامن از این مذاکرات نبودن. این سیاسیون مردم نیستن؟ نه به هیچ صورت، به هیچ صورت. اینا بسیار از یک کتله خرد مردم امیال آذر اینا چی میکنن، نمایندگی میکنن. شاید تو یک چند سال پیشتر اینا داشتن یک مقدار در پیش مردم، یک مقدار چی برتان بگویم، یک مقدار اعتبار داشتن، یک مقدار اعتماد داشتن مردم سر از اینا، به خاطر از اینکه این مسئله که برای آقای آسم میگه اینها تاثیرگذار بر وقایع بودن، نفوذ مردمی دارن. خب اینه، خب باید بگویم دیگه. اما از مردم افغانستان باز بیاین شما این سوال بکنین که آیا راستی هم ترس به هیچ صورت براتون جواب نمیدن. به اینکه حکومت هم شرکت نکرد ضعف حکومت هست آقای مرادیان میگه؟ والا بله، یک مقدار ضعف حکومت است، این هیچ جای شک نیست. اما در عین زمان حکومت هم دامن یک موقعیت عجیب و غریب داره قرار گرفته، به خاطر از اینکه فراموش نکنیم ما همین مسئله را میال حاضر دامن افغانستان که ما داریم دامن یک بازی عجیب دنیا قرار گرفتیم.
دامن زیبازی دنیا اتر مسائل قدر ساده و آسانی که ما میبینیم مترکایی نیست. این قدرت های کلان دنیا دارن شفت میشن. قدرت امریکا امروز داشت به طرف چین میره، امروز ممالک دیگه مثل چین و هندوستان مطرح میشن، امروز روسیه میخواد که پس جای خود بگیره. امروز تمام از این چیزا یک حالت از دنیای اسلام به یک حرکت است و اینمینا خودشان باعث از این شدن که یک حالت گدودی و یک حالت عجیب و غریب برای دنیا باشه. در عین زمان مسائل اقتصادی رو باید ما فراموش نکنیم که تمام از این مسائل ای جنگا و اینا سر زمینا پایه از اینا چی شده؟ آباد شده. هیچ نقطه مثبت نداشت این نشست؟ اگر کدام نقطه مثبت داشته بازی رو شما برای ما بگوین. ما خودن در جنگ جای خانده میره که در نقطه مثبت داشته بوده باشه و نه از کسی رو شنیدیم چی نقطه مثبت داشته. افغانستان زیادتر امی یک گروه رفتن، ما کل ما وقتی که پس آمدن از پیش از نپرسان کهیم که چی رو بدست آوردن، چی اینا چی رو میخواین فیصله کنن. مثلا برای اولین بار سیاسیون با فرد شماره دوم طالبان مولا برادر دیدن بسیار حالا بله و از جانب دیگه روسیه مبتکر صلح افغانستان شده به صورت فعالتر. باید بسیار حالا برای روسیه برای افغانستان چه فایده کرد؟ ای ما نتیجه زمین در افغانستان چی دیدیم تا باله؟ کشتن استاد شد؟ آیا طالبان استاد کردن؟ مردم دیگه نمیکشن؟ آیا یک آتش بس شده؟ آیا مذاکرات دوام پیدا کردن برای حکومت؟ آیا اینا شناختن نظام افغانستان به رسمیت؟ خب یک از اینا نشده. خب پس ما چی رو داریم ثابت میکنیم که چی شد؟ از خاطر از اینکه چند نفر از سیاسیون رفتن و گپ زدن و اظهار وجود کردن و سر مسائل قدرت خود گپ میزنن؟ همین شد؟ از آقای رحیمی بپرسیم چه به دست آمد تا حال؟ خب اول سلام به شما و بیننده های محترم مهمان های شما. موضوع رو به دو بخش تقسیم کنیم بهتر است. یکی که ما چی به دست آوردیم. جنگ 40 ساله افغانستان به یکی دو جلسه فکر نکنیم که ختم شود و یا ای که ما به یک نتیجه که مردم افغانستان به او انتظار است برسیم. یک قدم بود، یک قدم بسیار خوب بود. اگر شما یک سال قبل عقبتر بریم کسی را حد سام زده نمیتونست که یک تعداد از سیاسیون افغانستان چی از داخل نظام و یا از بیرون از نظام در زیر یک سقف و در یک مجلس با جمع از بزرگای مخالفین مسلح افغانستان و فرد شماره دویشان بنشینن و روی مسائل مهم آینده افغانستان صحبت کنن. این به ذات خودش یک دستاورد است. اما و ای که ما شما رو بگن در صورت دستاورد هست که بیشار... برایند حد اقلی آقای رحیمی به امرو داشته باشه. خب ای کاش ما امروز ما شما در اعلامیشان می داشتیم که اینا به یک آتش بس دست یافتن. خب نداشتیم. بله ای کاش ما به این می داشتیم امروز پیش خود در اعلامیه می دیدیم که می گفتن که مذاکره مستقیم بین الافغانی به شمول حکومت افغانستان تصمیم گرفته شد و در آینده بسیار نزدیکی آغاز می شد. چیزایی است که ما ایره می خواهیم. اما حداقل در این اعلامیه که ما دیدیم که با استنیت صحبت کردن، مسائل مهم افغانستان صحبت شد و تصمیم گرفته شد که در آینده این مذاکرات دوام پیدا کنه، این به ذات خودش یک قدم مثبت است. اشخاصی که با ظرفیت های شخصی خود به این جلسه رفته بودند واقعا شخصیت های تاثیرگذار افغانستان هستند. شما رئیس جمهور پیشین افغانستان شما دارین که 13 سال در رأس از این نظام بود و او خودش مهندس یعنی جمهوری اسلامی افغانستان و پایه‌گذار از این نظام است و کسایی را داشتین در اونجا که تا دیروز امو دیپلمات ارشد افغانستان در مسائل مذاکرات چهار جانبه قبلی بود در باره صلح افغانستان. شما یک کسایی داشتین که 10 سال زیاد و کم با طالبان جنگیدن در کوها. یعنی کسایی هستن که اینا رو ما گفته نمیتونیم که اینا خوب یک زیاد مردمای بدن اثر کوچه رفتن و ما اونا رو به هیچ میشماریم. البته دولت وجود داره، یک نظام وجود داره بر اساس رأی مردم، نظام منتخب. واضح است. اینها رو کی انتخاب کرد؟ واضح است. دولت افغانستان باید میبود، اما اینکه دولت افغانستان این توانمندی را باید از خود نشان بده که یک اجماع سیاسی بزرگی را هم از داخل و هم از سیاسیون بیرون افغانستان بزرگای افغانستان داشته باشد تا با قوت خود در همچون میزای مذاکره حضور پیدا بکنه. ولی اگر نکنه، کسانی که بر اساس هیچ مکانیزم دموکراتیک و صفت نماینده مردم انتخاب نشدن یا صلاحیت نمایندگی از مردم را شمار میگن ندارن، اینها باید شرکت کنن؟ خب عذاب سیاسی، جامعه مدنی، بزرگا همیشه در هر سر دنیا که ببینید اینا نقش خود دارن. شما وقتی که با امریکا با چین مذاکراتش مشکل پیدا میکنه، با مشکلات برمیخوره، میبینید یک رئیس جمهور پیشینش
میره و اونجا از آدرس شخصی خود میره دیپلماسی میکنه و زمینه سازی میکنه. این چیزا در دنیا مروج است، ما شما به اصطلاح سیاه و سفید نبینیم مثلا. اما بیان روی همون نتایج هم صحبت بکنیم. در همه اعلامیه شما چی چیز تازه میبینید؟ خب تازه میره میبینیم با سنیت است بر در آینده باز هم تصمیم گرفتن که ادامه بدن. بله اما ای که باتش بس دست نیافتن و به ای که مذاکرات مستقیم بین الافغانی صورت بگیره نشده. خب اصلا میره واضح بسازن چگونه حسن نیت، حتی آتش بس هم نکردن. خب 9 ساعت تصمیم گرفتن ما صحبت کردیم تماس تصمیم گرفتن که در آینده دوام بدن. خب البته توقعات پایین بود، در شروع توقعات پایین بود از این جلسه که ما به یک دستاورد بسیار عظیم شاید به دست نبریم، اما حداقل صحبت ها ملاقات ها ای فکر نکردم که به نتیجه باقی بمانه. ولی از حسن نیت یاد کردین، بازم واضح نشد. خب حسن نیت همی است که مذاکره رو باید دوام بدیم، باید افغان ها بین خود بشینن، وحدت ملی افغانستان باید در نظر گرفته شود، وحدت ملی افغانستان در نظر گرفته شود، حاکمیت افغانستان در نظر گرفته شود، افغانستان دوباره مردم افغانستان تحت یک چتر جمع شوند. البته چیزایی است که کلشان دهی موافق بودن، چیزایی بوده که همه اردو جانب دهی موافق بودن. روسیه نیت خیر داره؟ حداقل در موضوع افغانستان فکر میکنم بین امریکا و روسها یک همسویی وجود داره. شما در ماه گذشته شاهد بودین که نماینده خاص امریکا با نماینده خاص روسیه و همچنان چین اتحادیه اروپا تفاهم نامه و توافقاتی را امضا کردن در ارتباط با مسائل افغانستان. در هر نقطه دنیا شاید مخالفت های وجود داشته باشد، تقابل های داشته، اما در حداقل در موضوع افغانستان فکر میشه که اینا یک همسویی دارن. اما شما رو میگن که سناریوی رقابت با امریکا در تبانی با طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان دنبال میشه از روسیه. ممکن قدرت های بزرگ است، اما در مسئله افغانستان فکر میکنیم که همه تلاش داره منافعشان در صلح افغانستان تامین میشه. فکر میکنیم که هم آسیای میانه، روسا، چینایی ها، امریکایی ها، پاکستانی ها و حتی ایرانی ها منافع خود در صلح افغانستان انشاءالله که میبینن و ای به خیر افغانستان تمام. تشکر. آقای مرادیان، نشست بین الافغانی در دوحه برگزار نشد، ولی در مسکو برگزار شد. تسهیل کننده های صلح افغانستان و میانجی ها در روند سال چگونه عمل میکنند؟ خب ببینید، ما در همه اصطلاحات باید بسیار دقیق باشیم. اصطلاح گفتگوی بین الافغانی، من یادم هست وقتی که من در وزارت خارجه افغانستان بودم، وزیر خارجه افغانستان سفر داشت به اسلام آباد و طبق امو رسم و رسوم دیپلماتیکی در پایان سفر قرار شد یک اعلامیه مشترک صادر شود. در به صورت رسمی هست که کشور میزبان همون نسخه خاکی اول اعلامیه کشور میزبان تهیه میکند، او هیئت مهمان نظرات خور میدهد، هیئت تعیین میکند که با یک تفاهم برسند. اگر ذهن ما یاری کنند، سال 2009 بود که در روی اعلامیه که هیئت میزبان پاکستانی تهیه کرده بود چند عبارت بود مشکل ساز، که یک از عبارت ها حمایت پاکستان از گفتگوی بین الافغانی بود. باز هیئت افغانستان گفت که این یعنی چه گفتگوی بین الافغانی؟ ما دو دولت با هم صحبت میکنیم، آنچه که بین الافغانی است رو مسائل داخلی افغانستان است، همونطور که شما مسائل داخلی خود رو بین الپاکستانی دارید، که اما وقتی که شما میایید با وزیر خارجه افغانستان صحبت میکنیم، این بحث بین الافغانی و بین الپاکستانی نیست، بحث دولت به دولت است، که خوشبختانه او عبارت حذف شد از او اعلامیه. و تا جایی که من یادم هستم برای تقریبا تازه چند ماهی می شود که عبارت بین الافغانی وارد ادبیات سیاسی شده است. یعنی چی بین الافغانی؟ بله، ما 4 تا 5 تا افغان بین خود یک گفتگوی بین الافغانی میکنی، حق ما است، ما شهروندان هستیم، دیدگاه های مختلف متضاد با یکدیگر داریم، اما وقتی که بحث صلح جنگ اینا می شود، او ادبیات باید تغییر کند. ادبیات باید دولت محور باید باشد، دولت محور و نهاد محور باشد. اینها بنابراین متاسفانه آمریکایی ها اشتباه کلانی کردن که ادبیات وارد ادبیات صلح افغانستان کردن. گفتگوی بین الافغانی در کابل صورت باید بگیرد بدون شک، اما وقتی که ما با طالب روبرو می شویم،
طالب به عنوان یک نهاد روبروی ما می نشیند. امروز یا دیروز در مسکو ما هیئت طالبان را داشتیم. ما چهره ها و افراد نبود، ملا فلانی و ملا بهمان اینا نبود، یک هیئت منسجم داد، یک هویت حقوقی به نام هیئت امارت اسلامی طالبان وجود داشت، اما طرف ما افراد بودند، فلانی فلانی فلانی، و این ضعف ما نشان میده. بنابراین پس مسکو دولت محور نیست به باور شما، همون گونه که متاسفانه این روند از مذاکرات آغاز نیکی نداشت، به دلیل که اولین گامی که برداشتن، مهمترین نهادی که میتواند صلح بیاورد، یک اجماع دولت محور است. در تمام مذاکرات صلح که به نتیجه رسیده است، دولت به نمایندگی از گروه های سیاسی و شهروندا با طرف مقابل گفتگو میکنه. بله، این که دولت محور نیست، این فرمت نیاز به تکرارش هست، ادامه پیدا بکنه. ببینید، در تأکید صحبت جناب والی صاحب ما که از هرات بودند، این هست که پروسه صلح از این طرف، همه ما خسته از جنگ هستیم، همه ما تشنه صلح هستیم. بلد. و همه ما دونه که در بنابراین صبر و حوصله بکار است. تشکر. ادامه ویژه برنامه محور پس از وقفه.